سلام و به برنامه ویژه گفتگوی جهانی که بر اساس تعامل با مخاطبان تهیه شده خوش آمدید. اینجا در استودیوی برنامه یکی از قدرتمندترین زنان اروپایی حضور دارد که مسئول چندین پرونده حیاتی است و از بحث و گفتگو نمی‌هراسد. ویویان ریدینگ معاون رئیس کمیسیون اروپا و کمیسر حقوق اساسی، عدالت و شهروندی است. موضوع گفتگوی ما باعث افزایش فعالیت شبکه های اجتماعی شده. مارک دیویس که مسئول بخش دیجیتال ماست در این باره بیشتر توضیح می‌دهد. مارک، سپاس گذارم ایزابل تا یه دو هفته اخیر پرسش های زیادی توسط مردم و از طریق شبکه های اجتماعی برای ما ارسال شده که امشب آنها را مستقیما از معاون رئیس کمیسیون اروپا خواهم پرسید مردم هنوز هم می توانند خود را برای ما بفرستند بنابراین اگر سوالی از خانم ردینگ دارید برای ما بفرستید من تلاش خواهم کرد آنها را یا در این برنامه تلویزیونی و یا به صورت آنلاین مطرح کنم و شما هم به صورت آنلاین جواب ها را دریافت خواهید کرد از شما برای پیوستن به ما در برنامه Commission جهانی بسیار سپاس thank you. And Vice President, شما you بسیار خبرساز بودید we شما به جنجال very ایالات متحده make sure شد که از ادوارد اسنودن recognised. So you've been in the کردید که البته این کار به بهبود So میان been اروپا و headlines. کمکی نمی been آیا از این گفته you've از این جاسوسی آمریکا بسیار متاسفم. حالا کمی فراتر می رویم. آیا شما متاسفید که هیچ کشور اروپایی به او پناهندگی سیاسی نداده؟ خب این در حوزه اختیارات کشور که آیا به او پناهندگی بدهند یا خیر اما این وظیفه اروپاست که با یک صدا صحبت کند و به طور واضح به همتایان آمریکایی بگوید که اگر آنها مایل به انجام فعالیت های تجاری با ما هستند باید اعتماد ایجاد کنند همکنون این اعتماد به دلیل فعالیت های جاسوسی از بین رفته است و من معتقدم نه شرکتهای ما از این جاسوسی تجاری خوشنود هستند و نه شهروندان ما از این که در زندگی آنها جاسوسی شده است راضی هستند بنابراین ضروری است برای بازگرداندن اعتماد ترتیباتی میان ما با آمریکا یا فراهم شود و همچنین اعتماد در جهان اینترنت نیز به وجود آید So, درباره موضوع اعتماد شما گفته بودید که این رسوایی جاسوسی میتواند روابط تجاری بین اتحادیه اروپا و آمریکا را از مسیر خارج سازد به نظر میرسد این کار یعنی مخلوط کردن دو چیز متفاوت آیا این بازی خطرناک نیست آن هم در زمانی که دچار بحران اقتصادی هستیم من فکر می کنم خطرناک خواهد بود زیرا اگر شما مایل به ایجاد توافق تجاری باشید به دو شریک قابل اعتماد نیاز هست اما اکنون وضعیت مذاکره و اعتماد میان دو طرف صدمه دیده است بنابراین اجازه دهید موضوع جاسوسی را به کناری نگذاریم. نباید بگذاریم این موضوع از بین رفتن اعتماد در فضای اینترنت مذاکرات تجاری را از مسیر خود خارج سازد. مذاکراتی که به سود هر دو طرف است. به موضوع اعتماد سازی بپردازیم. شما از یک طرف گفتید که اروپا در پاسخ به این وضعیت به یک آژانس اطلاعاتی همتراز با آمریکا نیاز دارد. از طرف دیگر گفتید که دوستان نباید جاسوسی همدیگر را بکنند. اینجا کمی تناقض هست. نیست؟ من معتقدم اروپا باید با یک صدا صحبت کند اگر ما از یکدیگر جدا باشیم و یک نفر چیزی بگوید و دیگری حرف دیگری بزند آنگاه اعتبار ما را در سطح جهانی از دست می دهیم من بسیار به پارلمان اروپا افتخار می کنم زیرا آنها به واشنگتن رفتند و همه احزاب سیاسی بر یک نکته تاکید کردند که اعتماد از بین رفته است. اروپایی ها بسیار ناامید و عصبانی هستند و همه احزاب سیاسی همین را می گویند. من هم همین را می گفتم و شما ببینید چه چیزی در اروپا و در آمریکا اتفاق می افتد. موضوع حفاظت از داده ها و موضوع حریم خصوصی که در دستور کار نبود هم اکنون در دستور کار قرار گرفته است. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا و سنای آمریکا قول دادند که برای حل این مشکل به سمت اروپایی ها خواهند آمد. در اروپا در زمینه حفاظت از داده ها محافظت نمی شویم. دو سال از درباره لایهی برای حفاظت از داده ها صحبت می شود. قوانین ما در زمینه حفاظت از اطلاعات به دوران پیش از اینترنت برمیگردد چرا ما در اروپا محافظت نمی شویم؟ ما در اروپا به خوبی محافظت می شویم. من فکر می کنم ما در قاره ای هستیم که در این زمین بهترین حفاظت را در جهان دارد و قوانین حفاظت از اطلاعاتی که وجود دارند مبتنی بر معاهدات محکمی هستند که به سال 1995 میلادی برمی گردد. بنابراین ما محافظت می شویم. این قبل از اینترنت بود. ما باید این محافظت را با دنیای جدید اینترنت انتباق دهیم. من اکنون بر روی ریاست یونان حساب می کنم که جلسه ویژه را هفته آینده در آتن با شرکت 28 وزیر کشورهای عضو در مورد موضوع حفاظت از داده ها برگزار می کند. مارک نیز می خواهد به جمع ما بپیوندد. مارک؟ <applause> به نظر میرسد زمان خوبی برای طرح این سوال است از توییتر از ما پرسیدند که خانم رودینگ آیا شما تایید می کنید که لایه هی حفاظت از اطلاعات قبل از انتخابات پارلمان اروپا در ماه می 2014 رای خواهد آورد؟ <applause> من عضو پارلمان اروپا نیستم ولی همواره با آن در ارتباطم با گزارشگرها و اعضای پارلمان از هر گروه حزبی مرتبطم و آنها گفتند که میخواهند این لایحه را قبل از مبارزات انتخاباتی و در جلسه عمومی به تصویب برسانند آنها در کمیته غریب به اتفاق از اصلاحات جدید حمایت کردند من شنیدم که پارلمان قبل از ماه آوریل امسال آن را تصویب خواهد کرد نو... قبل از انتخابات یک قانون خواهیم داشت place... این قانون بعد از اینکه بین پارلمان و شورای وزیران توافق حاصل شد به اجرا گذاشته خواهد شد این توافق قطعا حاصل نخواهد شد زیرا دولتها و شورای وزیران بسیار دیر کردهاند پارلمان در دفاع از منابع شهروندان از همه سریع تر عمل کرد به نظر می رسد دولت ها, دولت ها و برخی از قول های اینترنتی شما از طرف گوگل تحت فشار زیادی هستید مسئول بخش داده های گوگل گفت که لایحه شما و من از او نقل قول می کنم. ناقص و مرده است پاسخ شما چیست؟ من نمیفهمم آنها چه میگویند من آنچه را که شرکت های بزرگ انجام میدهند درک میکنم آنها اطلاعات شخصی شهروندان را بدون آنکه از آنها اجازه بگیرند میدازدند این خلاف قوانین کنونی اروپاست آنچه در حال انجام است کاملا در اروپا غیر است. امیدوارم بتوانیم از آن جلوگیری کنیم <متحدث> به موضوع دیگری می <متحدث> این موضوعی است که در مورد آن شما با فشار روبرو هستید و آن انتخابات اروپا است. شما در اروپا سفر می کنید و در گفتگو با شهروندان شرکت دارید. ولی ما شاهد آن هستیم که اروپاییان بیش از پیش ناراضی و بیمیلند. چرا اعتماد اروپاییان را از دست داده اید؟ معتقد نیستم که ما اعتماد اروپاییان را از دست دادیم زیرا اگر به نظرسنجی ها نگاه کنید اکثریت بزرگی از شهروندان اروپا احساس می کنند که اروپایی هستند مشکلی است که آنها نمی دانند معنای آن چیست اگر از نظرسنجی صحبت می کنید، نظرسنجی یورو چند ماه پیش نشان داد که 60 درصد شهروندان به اروپا اعتماد نمی کنند. نظرسنجی گالوپ هم نشان داد که فقط در چهار کشور اتحادیه اروپا محبوبیت رهبران اتحادیه بیش از 50 درصد است. Well, well, uh, من از گفتن این زیاد هم خوشحال نیستم که محبوبیت کمیسیون اروپا بیشتر از دولت ملی و احزاب ملی است. بنابراین بیایید در این بار بحث نکنیم دو سوم از شهروندان خود را اروپایی احساس می کنند و یک سوم آنها می دانند معنای آن چیست به همین دلیل این جلسات مردمی را شروع کردیم و تا کنون یک جلسه برگزار کرده ایم در این جلسات مردم هر سالی دارند می توانند بپرسند مردم از هر سطح و آنچه من شاهد آن بودم این است که مردم میگویند گویند بالاخره کسی هست که به پرسش های ما پاسخ دهد آیا من به عنوان عضو کمیسیون اروپا لازم است که به شهرها و روستاها بروم تا به سوال ها جواب دهم معتقدم دولت های ملی باید کار بیشتری برای توضیح اینکه اروپا چگونه عمل می کند انجام دهند چه کسی تصمیم ها را اتخاذ می کند و اروپا برای شهروندان کشورش چه می کند؟ فکر می کنم مارک یک پرسش در این مورد می خواهد مطرح کند. بله من پرسش دیگری اینجا دارم که دیروز از طریق توییتر دریافت کردم. سوال این است. نظر شما درباره سخنرانی ازبورن در مورد اصلاح اتحادیه اروپا چیست برای یادآوری بگویم که جورج ازبورن وزیر دارایی بریتانیا گفته بود که اروپا یک انتخاب ساده دارد اصلاحات یا سقوط خانم ردینگ آیا شما با این مسئله موافقید آن موقع موافق خواهم بود که پیشنهاد بازگشت به عقب نباشد یعنی همیشه نیاز به اصلاحات داریم این همان چیزی است که هر روز انجام می دهیم ما سعی می کنیم برای مشکلات راه حل پیدا کنیم و این در سیاست بسیار طبیعی است بنابراین so, so <applause> <applause> شما وقتی افرادی با اندیشه های افراتی در سیاست میبینید چه فکر میکنید؟ ما میدانیم که احزاب ضد اتحادی اروپا در انتخابات ماه مه به موفقیت دستفند یافت. افرادی چون مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه که گفته است هدف او از همپاشیدن اتحادی اروپا است. Well, um, شنیدن این جالب است ولی اکثر رهبران اروپایی خواستار اصلاح اروپا و قوی کردن اروپا هستند تا اروپا قادر به صحبت با فقط یک صدا باشد و در دموکراسی این اکثریت است که تصمیم میگیرد <applause> <applause> بله ولی همونطور که اطلاع دارید اقلیتی در حال رشد هست و همانطور که مارک گفت در بین کشورهای اصلی هستند دولت بریتانیا که خواستار اصلاحاتی است که برای شما از نظر سیاسی ناخوشایند است برای یه مثال در مورد آزادی جابجایی که نخست وزیر بریتانیا گفت از حق وتوی خود برای توسعه اتحادیه اروپا استفاده خواهد کرد تا آزادی جابجایی در سطح اتحادیه را محدود کند واکنش شما چیست Well, let's go به اصول برگردیم. آزادی جابجایی یکی از آزادی های مهم اروپا است. نه برای دیروز بحث مهمی در پارلمان اروپا در مورد آزادی جابجایی وجود داشت و یک اتحاد فراحزبی یک اکثریت بزرگ گفت که باید از آزادی جابجایی در سطح اتحادیه محافظت کنیم این را شهروندان نیز میگویند مانند همه آزادی ها حقوق و الزاماتی وجود دارد یک آزادی برای رفتن به آنجایی که می خواهیم هست برای کار تحصیل یا تعطیلات ولی این آزادی ربطی به استفاده از تامین اجتماعی و سوء استفاده غیرقانونی از آن ندارد. قوانین در این مورد واضحند و کشورهای عضو می توانند آنها را به اجرا بگذارند. به مثال بلژیک، کشوری که همکنون در آن هستیم نگاه کنیم. خیلی کوتاه لطفا. سال گذشته بلژیک 5500 شهروند اتحادیه اروپا را از کشور اخراج کرد زیرا آنها از امکانات آزادی جابجایی در سطح اتحادیه خود سوء استفاده کرده بودند بیشتر آنها فرانسوی و هلندی بودند بنابراین میبینید که امکان بسیاری هست که یک کشور عضو به این رفش اتکا کند و با سوء استفاده مبارزه کند ولی آزادی و حقوق باید دست نخورده بمانند ما درباره آینده اروپا صحبت کردیم. آینده شما چیست؟ از این صحبت می شود که شما رئیس آینده کمیسیون اروپا خواهید بود. لطفا بسیار کوتاه بفرمایید. اگر از شما بپرسند شما این چالش را قبول خواهید کرد؟ وقتی از شما می مسئولیتی را قبول کنید، همیشه با چالش رو بروید. تا کنون سه بار این را قبول کردم و پنج بار در انتخابات اروپایی شرکت کردم. اگر می خواهیم عضو دولت شویم باید در انتخابات شرکت کنیم تا حمایت مردمی را کسب کنیم. بنابراین در مبارزات انتخاباتی شرکت خواهم کرد. ویویان ریدینگ از حضور شما بسیار سپاسگزارم.